سلام، وقت شما بخیر. سلام، حال شما؟ خودتون معرفی می‌فرمایید؟ من سیما هستم. بله. بعد حدوداً 10 ساله کمپ می‌کنم. بله. و 7 ساله تنها سفر می‌کنم. کمپتون رو معرفی می‌فرمایید؟ این T5. بله. بعد اتومات. خب. با سقف میدل. بله. 2008 مدلش. بله. و 6 سیلند. بفرمایید اینکه چه امکاناتی داره؟ امکانات داخلیش یخچال چی داریم؟ البته این یخچال فعلا 220. بله. ولی قراره تبدیل به 12 بشه. انشالله. امکانات کمپرتون رو توضیح میدیم ما چیا داریم؟ بله، خواهش میکنم. شامل آشپزخونه کوچیکه که در واقع گاز، سینک. بله. بالا کابینت ادویجاته. بله. و اینم که کشوهای ظرفامه دیگه. خیلی هم مفید و مختصر. آره، شامل سه تا کشویی که کشوی آخر مثل کتری و چیزایی که بزرگتره رو معمولا میذارم دیگه. بله. حالا سفره و اینجور چیزا. و بعد اون باکسی که شما نشستین به اصطلاح انتهاش اینورتره. بنزمام ظرفایی که بزرگتره، مثلا قابلمه، حالا چیزای اضافه‌ای که دارم، آبی که مثلا میگیرم، آب خوردن، پلو پزم و سیستم برقم که اینجاست. بله. برقتون چی داریم؟ برای برقتون، برای برقمون یه اینورتر داریم. خب باتریتون چقدر؟ 1500. باتریم 100 که پشت راننده قرار گرفته. بله. بعد با چی شارژ میشه؟ با همین وصل شده. چرا؟ به وسیله وقتی که روشن میکنم. بله. به دینام ماشین وصله. بله. با دینام شد. بله. شارژ میشه. پنل خورشیدی که نداریم؟ نه، متاسفانه این سقفش چیز فایبرگلاسه. بله. و فضایی نداره، اگه ملاحظه بفرمایید، برای اینکه من بتونم یه باربند ببندم. نداره جایی نصب باربند نداره. بله. بله. درسته. بعد این که تبدیل به یه تخت دو نفره میشه. بله. یعنی میاد اینجا و این پشتی روش قرار میگیره، یه تخت دو نفره. برپا کردنش چقدر طول میکشه؟ مثلا بخواید تبدیل به تختش کنین چقدر طول میکشه؟ یه دقیقه. خیلی سریع انجام. یعنی بله، فقط این رو انجام بدیم برام. بله، ببینیم. خواهش می‌کنم. مراحل کارش چطوره؟ همینه. برمی دارم. اونجا گذاشته میشه اونجا و بله. تبدیل به تخت خواب میشه. بله. یه تخت. تخت دارن چند در چند میشه؟ بلند 2.30 × 1.80. 70. یعنی نه چیز. درسته. خیلی مالی. بعد منبع آب چقدر داریم؟ منبع آب 100 لیتره که من اونو جاسازی کردم جای زاپاس، یعنی زاپاس آوردم پشت. بله. توی اون جای زاپاس رو یه منبع گذاشتیم. بله. و آب به وسیله مبدل آب در جریانه و حمام. بله. به این شکل، یعنی من میتونم گرمایشش با کمک موتور ماشین گرم بله. میشه. بله. یعنی بله. خیلی خوب. که پشت به صورت پورتابل ازش استفاده میکنم، چون من بیشتر به خواب نیاز داشتم تا به حمام و دستشویی. چون من ممکنه یه وقتی دوستی. بله. و چون تنها سفر میکنم احتمال دوست غریبه خب خیلی بیشتره دیگه. درسته. که با هم بیاد تمایلم اینه که جدا بخوابه، چون دیگه بحث کمپری خودتون بهتر میدونید، ما از غذای بیرون استفاده نمیکنیم. بله. علی خصوص که من رانندم، خیلی دقت دارم که غذای بیرون استفاده نکنم. درسته. یه وقتی خود نکنم حتما خودم درست میکنم. بیماری چیزی نشیم. پلو پز داریم چیز و بله. اینو برای مواقعی که حالا دوستی آشنایی میاد داخل ماشین بتونیم از ایشون پذیرایی کنیم. خیلی وقتی هم با رانندگی چیزی هستش که از داخل بتون استفاده کنیم. بله. فضای داخلیتون رو. بله. به فضای دنج آروم داشته باشیم. اگه تا اینجای ویدیومون رو دیده باشین، با فولکس T5 کمی آشنا شدین، داخلش و تجهیزاتی که داخلش رو دارن دیدیم و سیما خانم که دارن با این کمپرشون چندین سال سفر میکنن. حالا میخوایم از تجربیاتشون استفاده کنیم، بیشتر آشنا بشیم با خود ماشین، با خودشون و با سفرشون. چند سال سفر میکنیم؟ ما حدوداً 10 ساله. قبل از اینکه اصلا سفر کمپری رو شروع کنیم. بله. در واقع خب ما کوه نورد. بله. و حالا اهل طبیعت بودیم، طبیعت گرد بودیم. بعد که تصمیم گرفتیم به شکل کمپر،
سفر کنیم که خب اول چرا یکی دو سالی با ماشین سواری درسته، بعدن که دیگه تصمیممون قطعی شد که میخوایم به این سبک سفر کنیم، خیلی ماشینای مختلفی رو دیدیم و من اینو خیلی دوست داشتم. بله در واقع خب به نظرم اومد هم سواریه هم کمپره و درستم فکر کردم راجبش. آره اینه که اینو گرفتیم. حتی خب ماشینی که فکر میکنم سواریش باید فوق‌العاده باشه، ماشین هم شهری هم جاده است. بله. و فکر کنم قابلیت های از لحاظ قدرت موتورش اینا هم عالیه. 3200 بله. بعدش هم 6 سیلندره که دیگه دو دیفرانسیل یا نه؟ نه این یکی بله. دفع عقب یا دفع جلو؟ دفع جلو. دفع جلو هستش. سوختش چیه؟ سوختش سری دهه توی بنزین هست یا دیزل؟ نه بنزینه ولی توی شهری که ترافیک اینا 11 تا 12 میسوزه. جاده معمولا سری ده؟ بله جاده سری. وزن ماشینتون چقدر شده تجهیزاتی که داخلش گذاشتین؟ وزنن نمیتونم دقیق به شما بگم ولی میدونم که من سبکش کردم چون این 9 تا صندلی داشته که همه اونا رو برداشتم و با وود تروپ به اینا میگم وود. آها پلی وود. بله. از پلی وود استفاده کردیم و اگر ملاحظه بفرمایین یعنی کمترین کابینتو من دارم. درسته. اصلا کابینتی ندارم، اصلا شلوغش نکردم. بنابراین به نظر خودم که خیلی خیلی سبک شد. شما میشه گفت به نسبت کمپرهای دیگه شما ماشینتون تازه سبکتر کرد. خیلی سبکتر. آره. از آره حد خودشه. تازه آره. من همش نگران بودم، گفتم این سبکی که گفتن نه حالا 100 لیتر آب میریزی. بله. مثلا میشه جایی یه صندلی. امکانات دیگه ای که داریم میاری لباس. آره. و وسایل. آره لباس و بعد خود همین باکس و آهنیش. بله. درست کردیم همین اینو که دیگه از استقامت خوبی برخوردار بشه. با ماشینتون کجاها رو سفر کردیم؟ میخوام ببینم مثلا قدرتش برای جاده‌های کوهستانی چطوره. مثلا جاده‌های کوهستانی پرشیب و اینا رو رفتیم باهاش. بله ببینید حالا بعد از همسرم حالا اون تیکشم بگم دیگه. بله. از سال 97 من دارم تنها سفر میکنم. بله. خب همیشه ایشون پشت رول بودن، یعنی سربالایی ها و چیزا، ولی من بعد از اون به اصطلاح رفتم اورامانات. بله. خب جاده اورامانات. بله. نمیدونم چه. آره که من اصلا مشکل نداشتم اصلا. درسته. ترکیه رفتیم تا به اصطلاح اوزونگل و حالا. بله. جای دیگه اونام که ایلاقیه. آره اصلا نه اصلا فوق العاده است این ماشین، اصلا نمیتونم بگم من که سازندش نیستم. ولی آره برای سفرهاتون که تنها دارین در لحظه سفر میکنین، علاوه امنیت برای کمپتون چطور انتخاب میکنین؟ آها چجوری انتخاب میکنیم که چه مکانهایی باشن؟ آره که چه مکانهایی باشن که اون امنیت خاطر رو داشته باشن. بله. و راحت بتونن اونجا. بله. من 90% سفرام که به اتفاق این گروه ها و دوستان هستن. بله. یعنی از مبدأ که حرکت میکنم تنها هستم. بله. ولی اون مقصدی رو که اعلام میکنم بالاخره بهشون میپیوندم. در واقع من از امنیت جمع اینجوری خیلی استفاده میکنم. بله. این یکیش. 10% دیگر رو که خودم سفر میکنم تنها. بله. حالا جاهایی مثلا پولور، دشت یا حالا کوهی که میرم، من ناامنی اصلا ندیدم. یعنی حالا نگم از طرف مردم هیچ ناامنی ندیدم. دارد. رفتم خیلی جاها شب موندم، مثلا دیدم یه سواری میرم کنارش به سلا پارک میکنم. همین نکات مثلا شما بالاخره جایی رو که میخواین کمپ کنین یه سری معیارهایی رو مثلا برای خودتون در نظر گرفتین. بل. که اگر اینها باشن امنیت من توی کمپ هستش. بله. اونها رو میخوام حالا مثلا دوستانی که حالا میترسن تنها سفر کنن میگن امنیت نیست، اونا باید چطور امنیت خودشون رو مثلا بتونن تامین کنن؟ چون شما بالاخره. بله. هر جایی. بله. هر جوری کمپ نمیکنید، یه سری چیزا رو دارید. البته من اصلا ناامنی رو جنسیتیش نمیکنم. نه نه نه. اینو بهتون بگم. آره ممکنه یک نه. آقا هم مثلا. بله. نتونه جنگل لفور به تنهایی بمونه، شب تنهاست، مه غلیظی داره، بنابراین این همون واقعیت برای من هم هست. دقیقا. خب ولی من خب پرایوسی خودم رو دارم، تا عصری مشکلی ندارم. بله. ولی شب رو ترجیح میدم در کنار، همیشه تو جنگل ها توی هستن. بله. ترجیح میدم برم کنار ماشین هایی که اونجا پارک شدن، اگر پیدا نکنم میرم پارک های عمومی. بله. پارک هایی که چیز هستن، چون معمولا تو علن خصوص تو شهرستان ها پارک هاشون جوری قرار گرفته که دور تا دور خونه های محلیه. درسته. من بدون اینکه مثلا مزاحمتی برای کسی ایجاد کنم، یا ولی تو دلم میدونم اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد میتونم درخواست کمک داشته باشم. ارتباطم برقرار میکنین با؟ خب ببینید. بله ببینید من فکر میکنم همه اونایی که سفر میکنن روابط عمومی خیلی خوبی. درسته. پیدا میکنن.
حالا منهای اون روابط عمومی که بعداً آدم کسب میکنه، من خودم ذاتاً آدمی اجتماعی هستم و دوست دارم مردمو، دوستم دارم هر جایی که میرم با آداب و رسوم اون منطقه آشنا بشم و حالا بر حسب تصادف یا هر چیزی که هست، مثل این که میگن جذب انرژی خیلی بالایی دارم، حالا هر جام که وای میستم خیلی تمایل دارن و میان خودشون باب صحبت رو باز میکنن و دیگه اصلا مردم هم دوست دارن. حالا سبک زندگی و سبک حالا سفرهای ما چون یک مقدار خاص‌تر هست، مردم هم دوست دارن بیان، حس کنجکاویشون جوریه که میان و با ما آشنا میشن با این سبکی که داریم سفر میکنیم و دوست دارن بدونن مثلا سر از کار ما در بیارن چجوریه. حالا اینم که گفتین جنسیتی نیست بحث امنیت، بله ما خودمونم که حتی دو نفره هم، من و انسی هم که با هم دیگه سفر میکنیم، ما هم که میخواییم جایی رو کمپ کنیم یه سری استانداردها داریم که تو این 6 ساله خب ما هم هیچ وقت تا حالا خدا شکر مشکل امنیتی برنخوردیم، ولی خب یه سری استانداردها برای خودمون داریم که اینجا باید باشه که ما کمپ کنیم. مثلا ما جایی که تک و تنها باشیم اونجا رو دیگه مثلا از حوالی شب دیگه اونجا با نمیستیم، توقف نمی‌کنیم، میریم جایی که احساس امنیت، احساس خواب راحت اونجا داشته باشیم که با هر صدایی نخواد از خواب بپری، مثلا بخوای گوشی کنار ماشین رو با استرس نگاه کنی چیز کنی، جایی باشه که اگرم صدای اومد خب خیلی بهش ریاکشن خاص نخواد نشون بدی، بتونی لااقل ادامه خوابت راحت داشته باشیم اونجا. این بحث امنیتی بیشتر اون بحث خواب شب هم هستش که بتونی راحت بخوابی که با استرس بلند نشی. اصلا منهای اون چیزه احساس نکنی که الان قراره کسی حمله کنه، چون ما از طریق به قول دخترم که ما از هیچ حیوانی نمیترسیم، در واقع ما از فقط انسان ها میترسیم. آره خب خیلی کم پیش میاد که مثلا حالا توی ماشین که اصلا خب هیچ حیوانی نمیتونه به شما آسیب برسونه، متاسفانه ممکنه که بعضی جاها هم نوعان ما هستن که درد سر آفرین بشن برای هم نوع دیگه خودشون. چیزی که هست، من یعنی اون ابتدا به ساکن که واقعا بعد از فوت همسرم شروع کردم سفر رو، یعنی چون من بلا فاصله این کاری کرده بودم که اون موقع خانم کمپری وجود نداشت، یعنی من ندیده بودم بالا بعدم، بیشتر دلم میخواست افرادی که حالا دوستانی که با ما هستن یا این خانمهای گروهی که هستن واقعا بدونن و ببینن که زندگی قرار نیست توقف بشه، متوقف بشه، خودشون راه بیفتن و واقعا نترسن. خیلی حالا وای تو اون وقت مکانیک بحث فنیشو چیکار میکنی، تو نمیدونم همون بحث امنیتشو چیکار میکنی، بعد بحث حوصله سربریشو چیکار میکنی، آیا مثلا تو خونه، یعنی منظورم تنهایی داری رانندگی میکنی، اینا سوالاییه که حالا نمیدونم دستشویی چیکار میکنه، یه سری سوالایی که ذهن بعضیا رو درگیر میکنه و میام میپرسن. ولی من در کل به همه اینا میگم انقدر سفر آیتمش زیاده، نه بحث امنیت خیلی مهمه، نمیشه ندیده گرفت، ولی اگر درست عمل کنیم راهکار داره. به هیچ وجه بحث، یعنی به دلایلی این چنینی سفر رو نباید حذف کرد. حتما همینطور. سفر خیلی واقعا، اگر ناراحتی سفر کن، اگر غمگینی سفر کن، اگر طالب عشقی سفر کن، اگر تجربه میخوای سفر کن، و بهترین مدرسه است. یعنی صد درصد. آره در حد خیلی خیلی عالی. اصلا دیگه از قبل به ما گفتن دیگه بسیار سفر باید تا پخته شود خام. آره این که همه چیزا انقدر، حالا بعضی فکر میکنن که سفر همش عشق و حال و همش چیزه، خوبه، خیلی خوبه. من خودم به شخصه از اینکه دارم این لایف استایل انتخاب کردم و دارم این لایف استایل دارم زندگی میکنم خیلی راضیم، ولی عشق و حال خالی نیست، انقدر درس داره برامون، انقدر آموزنده است این سفر و انقدر حالا چالش داریم ما توی این سفر که ما مثلا یک دهم اینا رو مغز ما اصلا توی خونه دیگه اصلا یه جوری شده که نه به آب فکر میکنیم، نه به گاز فکر میکنیم، نه به برق فکر میکنیم، به هیچ کدوم از اینا اصلا دغدغه‌مون نیست، ولی ما توی این سبک زندگی و سبک سفر همه اینا دغدغه‌های ذهنی میمونه. دقیقاً. خب یه چیزی من بگم، یعنی این هست، ببینید زندگی ریتم ساده ای نداره. بله. یعنی اگر توی پزشکی این ریتم ساده مرگ اعلام میشه. زندگی اینه، یعنی اگر اون چالش ها نباشه، یعنی اگر صرفا شما حتما برید سفر خوش کامل بگذره، اصلا شاید دلتونم بزنه، نمیشه، اصلا نیست. آره. وجود نداره، یعنی شما تو خونه خودتونم که نشستین با یه سری چالش ها مواجهین. بله. خب طبیعتا تو سفر بیشتر، ولی اونجا که میگن پخته شود خامی، خام پخته میشه. آره دیگه چالشایی هستش که که میپزه، یعنی شما راهکار یاد میگیرین نحوه مقابله با اون چالش ها رو. بله. و این خیلی قشنگه. خیلی ممنونم که وقتی در اختیارمون گذاشتین، لطف کردین.